با نزدیک شدن به ایام نوروز که همیشه یک پیوند تاریخی بین حافظ و نوروز وجود داشته، همیشه سر سفره هفت سین ما ایرانی ها حافظ حضور داشته، سالیان ساله که به هر حال جزوی از خانواده ما محسوب میشه حافظ. مطلب و اختصاص بدیم به حافظ و صدای سخن عشق او که همواره تنین صداش در واقع در طول تاریخ به گوش همه ما میرسه. و باز تشکر میکنم از این انجمن بسیار خوب فرهنگی با دوستان خوبی که واقعا دلسوز هستن و زحمت میکشند. بحث حافظ رو من امشب دارم میخواد که با یک شعری از اقبال شروع کنم. اقبال میگه: میشود پرده چشمم پر کاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. وادی عشق بسی دور و دراز است، ولی کی شود جاده صد ساله به آهی گاهی. در طلب کوش و مد دامن امید زده است، دولتی هست که یابی سر راهی گاهی. به هر حال به نظر میرسه که حافظ از این دولت برخوردار شده و این دولت عشق بوده. من یه چند بیتی از پیام از دیوان حافظ انتخاب کردم، ابیاتی رو که حافظ راجع به عشق صحبت میکنه، اما پیشتر لازم میدونم که به عرضتون برسونم که خود عشق چی هستش، یه توضیح اجمالی راجع به عشق بدیم و بعد وارد بحث حافظ بشیم. در تعریف عشق در کتاب‌های مثل فرهنگنامه‌های متداول می‌بینیم که عشق رو یک ارادت قلبی مفرد تعریف می‌کنن، یعنی یه دوست داشتنی که از حد معمولی خورده بیشتر باشه، میشه ارادت بیش از حد قلبی در واقع نسبت به یک موضوع، نسبت به یک شخص. و اما ریشه کلمه عشق هم برمیگرده به اینکه ظاهراً میگن یک گیاهی است به نام عشقه که میپیچه دور درخت‌های سرسبز و از اونا در واقع ارتزاق میکنه و رشد میکنه و موجب نابودی و ویرانی اون درخت میشه. عشق هم در واقع چون این کار انجام میده به این تمثیلش کردن، چون عشق میپیچه و هستی آدم رو در واقع از آدم میگیره. بزرگترین خاصیت عشق اینه. حالا من شعراشو یادداشت کردم میگم خدمتون که چجوری میشه که این اتفاق میفته. اما از اونجایی که این شباهت وجود داره بین این گیاه و این حالت در انسان، این رو به عشق تشبیه میکنن. محی‌الدین ابن عربی که از بزرگان به هر حال تاریخ عرفان هستش و مولانای خود ما هم از او متأثر بود، معتقد بودش که اگر کسی یک تعریف دقیق و جامعی رو بخواد از عشق ارائه بده، یقینا چنین شخصی عشق رو درک نکرد، چون که به هر حال به تعداد عشاق عالم در دنیا، به تعداد عاشقان عالم و عشاق عالم معانی و تعابیرات مختلفی رو میشه از عشق برداشت کرد. بنابراین هیچ جمله خاصی که بگیم که دقیقا این است ولا غیر و لالابود اصلا وجود نداره. و به نظر میاد که ادبیات فارسی و عرفان فارسی مالامال از پیام‌های عشق هستش. این عشق گاهی اوقات در چهره مثلا عطار رو اگه نگاه بکنیم راجع به شیخ صنعان، اون شیخ در واقع مظهر عشق، اون پیر که تن به هر کاری میده برای رسیدن به اون معشوقش، به اون دختر ترسا، اون در واقع سمبل کامل عشق هستش. و میبینیم که خب گاهی اوقات در داستان مثلا مولانا و شمس به یک شکل دیگه تجلی پیدا میکنه. مولانا توی کوچه شروع میکنه به چرخ زدن، بی محابا و بی خجالت شروع میکنه به دست افشانی و پای بازی و چرخ زدن. در مولانا در فراق شمس به یک شکل دیگری تجلی پیدا میکنه این عشق. در لیلی و مجنون به یک شکل دیگری، به جایی میرسه که مجنون میگه که من میره با اون سگ کوی لیلی هم عشق بازی میکنه، میگه که این سگ از کوی لیلی گذر کرده بود، برای من خیلی با ارزش، عشق به اونجا هم میرسونتش. در داستان‌های مختلف، مثلا در داستان فرهاد و
شیرین و فرهاد مثلا میگه که بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. این عشق در فرهاد بود که باعث این شد که این کوه رو بتونه با یه تیشه بسیار کوچک از جا بکنه و این عشق با و ولی شهرتش رو فرهاد برد، مشهور شد به فرهاد بیستون، کوهکن، کوهکن، کوه بیستون رو میکن. و به قول حافظ میگه که یک نکته بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. اصلش در واقع همون عشق هستش، منتها به اشکال مختلفی این تجلی پیدا میکنه. به عنوان مثال ببینید، مثلا داستان رومئو و جولیت برای همه انسانها در سراسر جهان داستان زیبایی است، داستان دوتا عاشق معشوق که حالا به هر میرسن نمیرسن بحثش شده است، ولی خود این عشق مهمه. خب این مال فرهنگ غربه، مثلا داستان لیلی و مجنون مال فرهنگ عربه، خب وارد ادبیات ما هم شده، نظامی گنجوی روش واردش کرد، یا خسرو و شیرین. اینا درسته که از سه تا منطقه جغرافیایی مختلف دارن صحبت میکنن، سه تا عشقی که در سه تا منطقه جغرافیایی مختلف اتفاق میفته، اما حقیقتش یکی بیشتر نیستش. برای همین همه انسانهای روی کره زمین چون عشق مرزبندی نمیشناسه باهاش ارتباط برقرار میکنه. و به هر حال به نظر شخصی من اگرچه ادبیات ما مالامال از پیام عشق در دیوان عطار، در دیوان مولانا، در دیوان فردوسی، اما به نظر من میاد که حافظ اونجایی که صحبت از عشق میکنه، اونجایی که دم از عشق میزنه، بقیه دم فرو میبندن، چون هیچکی به اندازه او، به زیبایی او عشق رو توصیف نمیکنه و بیان نمیکنه. و به همین دلیل گوته گفتش که، گفت من وقتی که دواوین شعرهای شعرهای مختلف رو داشتم در کتابخانم میچیدم، دیوان حافظ رو گذاشتم بالاترین ردیف کتابها، چون این قدرت عشق در دیوان حافظ به قدر زیاده که ترسیدم بزنه تمام این دواوین و اشعار رو بسوزونه، انقدر این شعله وره. و کمتر ایرانی هست که این رو با دیوان حافظ ارتباط برقرار کرده باشه و این شعله عشق رو در دیوان حافظ احساس نکرده باشه. در نگاه حافظ کل جهان و هستی، خلقت این کائنات و این افلاک و این آسمان ها اصلا فقط به خاطر عشق. در نگاه عرفان ایرانی هم البته همینطور هست، ولی خب حافظ به بهترین شکل این رو بیان میکنه. تو فعل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. اگر میخوای سعادتی ببری باید به هر حال تن به این عشق بدی و بدون که آدمی و پری هم تو فعل عشق هستی هستند. چنانچه مولانا هم میگه گر نبودی عشق عالم کی بودی، اگر عشق نبود اصلا عالم رو به خاطر عشق آفریده شد. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. و ادامهش میاد شعر معروف که مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. اونجا جایی بود که گفتش که خداوند میخواستش که یک امانتی رو ارائه بکنه به کل جهان، کل هستی، و همه سر باز زدن نتونستن، کوها، دریاها، دشتها، موجودات، فرشتگان، بهائم، فقط یک موجود خیلی ضعیف به نام انسان تونست این بار رو بکشه. اون بار به قول عزیزالدین النصفی گفتش که اون بار اون عشق بود که انسان برداشت، اون امانت الهی که بر شونه انسان گذاشته شد اون چیزی نبود جز عشق. آسمان بار امانت نتوانست کشید، حافظ میفرماید قرعه فال به نام من دیوانه زدن. این چون به هر حال بهایم که همش خارج از عقل هستند و شهوت هست، و فرشتگان هم که خب عقل مطلق هستند، فقط انسان در این میان موجودی است که گفت در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. مولانا گفت یک گروه فرشتگان بودن که فقط عقل بودن، یک گروه هم فقط حیوانات بودن که
فقط شهوت بودن، ولی این میان یک موجودی بود که آمیخته از این دوتا بود و اون انسان بود که تونست به دلیل اینکه خاص از مرتبه حیوانیت عبور بکنه و به مرحله متعالی انسانیت قدم بگذاره. بنابراین یک ابزاری نیاز داشت که اون ابزار همون عشق که میگه در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. اونجا یک جاییست که در این وادی سر باید داد در راه عشق. گفت دیگه حلاج، اون عارف بزرگ ایرانی، گفتش که وقتی که به دستور خلیفه داشتن می بردن که دارش بزنن، گفت در عشق دو رکعت است که نماز آن جز با خون نمی توان گرفت. ما در راه عشق به یک جایی رسیدیم که گفتن عشق چیست؟ گفت امروز بینی شبلی بهش گفت، گفت فردا بینی و پس فردا بینی. یا عین القضات همدانی هم همینطور، یک اون روز کشتنش، روز بعد خاکسترش دادن، روز سوم دادن خاکسترش رو به دجله. یا عین القضات همدانی، این عارف بزرگ ایرانی، گفت ما مرگ و شهادت به دعا خواسته ایم، وانگه به سه چیز کم بها خواسته ایم. گر دوست چنان کند که ما خواسته ایم، ما آتش و نفت و بوریا خواسته ایم. و همون سه تا چیزی که خواسته بود، آتش و نفت و بوریا رو، یعنی بوریا حسیر پیچیدن، نفت ریختن روش و آتشش زدن. به هر حال از نظر بسیاری از عرفا، به ویژه عرفای بزرگ ایران مثل عین القضات، مثل حلاج، این راهی است که راه عشق، راهی است که باید در او سر داد. از همون اولش هم سرکش و خونینه به قول مولانا. عاشق باید که بی باک باشد اگرچه او را بیم هلاک باشد. خواجه عبدالله انصاری گفت، خواجه عبدالله انصاری گفتش که عاشق باید بی باک باشه حتی اگر او را بیم هلاک باشه، حتی اگر در این ورطه منجر به این باشه که از بین هم بره، باید بی باک باشه و شجاع باشه در این راه. نکته بعدی اینه که حافظ معتقده که به هر حال حرف عشق در دفتر و کتاب نیست. این یک چیز نیستش که آدم بره یک دوره، یک کالجی، یک ترم، یک کوتاه مدتی بگذرونه و بعد بگه من فارغ التحصیل مدرسه عشق شدم. به قول سهراب سپهری، نمیشه از این نردبان بالا بری و فارغ التحصیل این عشق بشی. یک چیزیست که عشق یک موهبته، یک ودیعه است که باید بر قلب انسان فرود بیاد. و بشوی اوراق اگر هم درس مایی که حرف عشق در دفتر نباشد. صحبتیست که حافظ میگه، مولانا هم البته میگه، میگه که دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. اینجا جای درس و یاد داشت کردن و نوت ورداشتن نیستش که ما اگه خوب بهتر نوت ورداریم بهتر میتونیم آدم عاشقی باشیم. زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست انوار قدم. اونجایی که دانشمند با قلمش حرکت میکنه، صوفی با قدمش میره. اونجایی که ابوسعید ابوالخیر و ابن سینا هم دیگر رو دیدن، گفتش که آنچه که من میدانم، ابن سینا گفت، ابوسعید ابوالخیر میبیند. وقتی به ابوسعید ابوالخیر گفتن شما بعد از این سه روز که با هم دیگه بودین ابن سینا رو چگونه دیدید، گفت آنچه که او میداند ما میبینیم. مقام عشق به نظر من یکی از ویژگی هاش اینه که در اونجا آدم از مرحله دانش عبور میکنه و در واقع یک استحاله در انسان رخ میده. این استحال موجب این یک دگرگونی در انسان رخ میده که این دگرگونی باعث میشه که آدم از مقام دانش میگریزه و به مقام دیدن میرسه. خب در واقع یکی از راهکارهای اصلی بحث عرفان هم همینه دیگه، میگه کشف و شهود، میگه راه شناخت حقیقت از راه، نه فن تنها از راه استدلال های عقلی و منطقی، بلکه از راه نور، از راه اشراق، از راه اون چی که سهروردی به ما نشون داد، از راه طلوع نور در دل انسان. چنانچه باز ابوالحسن خرقانی عارف بزرگ ایران میگه که راه به خدا دو است، راه بنده به خدا و راه خدا به بنده. راه بنده به خدا راه ضلالت است و راه خدا به بنده راه هدایت است. یعنی همه این اعمالی هم که ما انجام میدیم و زاهدان ما رو ترغیب میکنن نماز بخونیم و عبادت بکنیم و خمس بدیم و زکات بدیم و فلان هم بکنیم، اینها از نظر ابوالحسن خرقانی اینها ضلالته. هدایت اون چیزی است که اول اون نور در دل سالک، در دل جوینده راه حق روشن میشه و بعد به پرتو روشنایی اون نور هستش که انسان در واقع
سیر و سلوک خودش رو شروع میکنه، در وادی های مختلف قرار میگیره، در وادی طلب به وجود میاد. طلب هم از عشق تازه، بعد از طلب به وادی عشق میرسیم. ولی به نظر من میرسه که هر هفتای این وادی ها همش عشقه. طلب و معرفت و عشق و استغنا و توحید و نمیدونم فقر و فنا فی الله، اینا همش، چون میگه که شیخ عطار هفت شهر عشق را گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. نمیگه هفت تا طریق مختلفه طلب و نمیدونم معرفت و اینا رو گذاشت. پس موتور محرکه تمام اینها در واقع عشق هست. شکسپیر معتقده که عشق ما رو میکشه تا به ما حیات جاویدان ببخشه، و حافظ هم معتقده که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. اونهایی که دلشون به عشق نرسیده از نظر حافظ یا از نظر شکسپیر یا همه بزرگان در واقع مردگان متحرکی بیش نیستن. زنده کسی است که به تولد میرسه، تولد دوباره میرسه، این تولد دوباره با عشق همراهه. مولانا رو مثلا ببینید، تا زمانی که به عشق نرسیده بود یک مفتی بزرگ، یک فقیه بزرگی است که میره میشینه فتوا میده و یه دمیان سوالای فقیهانه ازش میپرسند و احکام و نمیدونم نجاسات و نماز و روزه سالک و مسافر و از این حرفا. ولی بعد به عشق میرسه دیگه میره تو کوچه بازار شروع میکنه به چرخ زدن، دست افشانی کردن. پس عشق این رو درش یک اتفاق بزرگی به وجود آورده. فقط هم مختص مولانا نیست، دزدای سر گردن هم دچار این تحول میشن. و فکر نکنیم فقط غزالی و مولانا بودن، آلمان بزرگان فقط میتوانن به این مرحله برسن، نه. میبینیم که بشر حافی یا اون دزده گردنگیر فضیل عیاض سر وامیستاد سر راه ها دزدی میکرد، چیز میکرد، به کاروان ها حمله میکرد. یک شب تحول عرفانی درش به وجود اومد و زنده شد. اصلا خود مسیح میگه که شما هرگز وارد ملکوت آسمانی نخواهید شد مگر آن که دوباره متولد شوید. چون همه ما یک بار متولد شدیم، همه ما از زهدان مادر اومدیم بیرون، اما این تولد جسمانی می بود. ما در واقع زمانی متولد میشیم که تولد روحانی پیدا بکنیم. یعنی از این تفکراتی که در ذهن خودمون داریم، در اندیشه خودمون داریم، بمیریم و یک تفکر جدیدی رو بذاریم بر ما حاکم بشه. از تمام این چیزهایی که در ذهنمون انباشته کردیم خودمون رو خلاص کنیم، بذاریم که نور حقیقت، همون نور اشراق در واقع در ما بتابه. بله، به هر حال عرضم حضورتون که پس بنابراین حافظ میگه که هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. هر کسی که زنده نیست نماز میت رو بر او بخونید، چون اون چیز نیستش. میگه که یک استاد عرفان بود در بخارا درس میداد. بخارا و اون شهرهای مثل هرات، مثل نیشابور، اینا مرکز یک زمانی مرکز رشد تفکر عرفانی بود. تفکر عرفانی هم که میگم منظورم تفکر خانقاهی صوفیگری نیستش. عرفان رو به عنوان یک مکتب انسان بخش، مکتب نجات بخش انسان داریم راجبش صحبت میکنیم. داشت راجب عشق درس میداد. در حینی که داشت درس میداد یک کسی اومد اونجا با قاطرش، اینا گفتن اینجا استاد عرفان پیر طریقت داره درس میده. گفت بریم تو خانقاه. رفت تا وارد خانقاه شد اینا برگشتید که خرشو دزدیدن. رفت استادم داشت راجب عشق صحبت میکرد، گفت آقا بین جلسه ببخشید من یه سوال بفرم. گفت من با قاطرم اومده بودم بیام پای صحبت شما، الان میبینم قاطرم رو دزدیدن اینا. استاد گفتش که داشت بحث عشق ادامه میداد، گفتش که خب حالا یه مورد خوبی پیش اومد در بین این دوستان، در بین هزار آیا کسی هست که هنوز در سراسر عمرش عاشق نشده باشه؟ میگن در بین اون جمعیت یه آدم خیلی قلبیابونی به قول معروف بلند شد، گفت بله قربان من هرگز بهش نرسیدم با افتخار. گفت خب پس شما فعلا از این آقا به عنوان خرت استفاده بکن تا بعد ما بگردیم خر واقعیت رو پیدا بکنیم. بنابراین از نظر این بزرگان کسی که به عشق نرسیده اصلا تولد پیدا نکرده، اصلا زندگی نکرده، یک مرده متحرکی است که باید بر او فقط نماز میت خوند به قول حافظ. بله، و عرضم حضورتون که عشق از جمله خواص عشق اینه که معایب انسان رو برطرف میکنه. یکی از خصوصیات بسیار مثبت عشق اینه.
و جبران خلیل جبران میگه دیگه، میگه که هرگاه که شما در عشق پرورده میشین، عشق هرس میکنه شما رو، این شاخ و برگ های زائد رو از شما دور میکنه. ما نوع انسان منظورم هستش، هزاران عیب و بیماری داریم که اینها لاعلاجه، یعنی هیچ روانشناس و هیچ رفتارشناس و هیچ جامعه شناسی نمیتونه، چون مسئله روح انسان هستش. اما این اشکالات به وسیله عشق قابل برطرف شدن هستش. این مولوی هم بر همین اندیشه اعتقاد داره و میگه که هر که را جامز عشقی چاک شد، او زهر عیبی به کلی پاک شد. همچنان که جبران خلیل میگه، مولوی هم بر همین اعتقاده که این عشق از خصوصیاتش اینه که ما رو، معایب ما رو برطرف میکنه، خودبینی های ما رو از ما میگیره. چرا؟ برای اینکه ما دیگه خودمون که نیستیم دیگه، همش میخوایم به معشوق میاندیشیم. وقتی هم که خودمون نباشیم دیگه غرور نداریم. همه ما ها سراغ داریم آدم های مغروری که شاید یک عمر غرور و تکبر و نخوت داشتن، ولی تا به مرحله عشق میرسن میبینیم که یواش یواش فروتن میشن، افتاده میشن. در بهاران که شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون و یک زمانی خاک باش. به قول مولانا میرسه به این مرحله افتادگی و تواضع و اون انانیت، اون نفسانیات درش از بین میره. عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست، تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست. اجزای وجودم همگی دوست گرفت، نامیست من بر من و باقی همه اوست. یعنی فقط دیگه از من یه اسم باقیه، همش اوست. مثل بایزید بسطامی گفتن که بایزید رو صدا میکردن، گفت من 30 سال خودم دنبال بایزید میگردم، من از بایزیدی بیرون آمدم، آنچنان که مار از پوست اومد بیرون و من دیگه آنچنان در خدا گم شدم که خودم رو فراموش کردم. در حقیقت آنچنان گم شدم که دیگه از بایزید هیچ نشانی نمونده، همش اوست اینجا. به همین دلیل وقتی او میگفت سبحانی ما اعظم شانی، یا حلاج گفت انا الحق، یا ابو سعید ابوالخیر گفت لیسف جبت الله، در جب من جز خدا نیست، گفتن ایراد نگیرین به اینا، اینا دیگه اینا به فنا فلاح رسیده بودند، اینا خداوند در اینها جاری بود، خداوند از زبان اینها صحبت میکرد. گفتش که آن کسی که مرا جستجو کند مرا میابد، آن کسی که مرا بیابد مرا دوست میدارد، آن کسی که مرا دوست بدارد من او را دوست میدارم، آن کسی که من او را دوست بدارم او عاشقم میشود، آن کسی که او عاشقم شد من عاشقش میشوم، و آن کسی که من عاشقش شدم او را میکشم. با درد بساز چون دوای تو منم، در کس من اگر که آشنای تو منم. گر کشته شدی مگو که من کشته شدم، شکرانه بده که خونبهای تو منم. سپاسگزاری میکنم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا میکرد. آن همه شعبده ها عقل که میکرد، دنجا ساحری پیش عصا بید بیزا میکرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. آن که چون گنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا میکرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت